خب حالا فرزن شما توی فانال کارتون رو ادیت کردین کارتون تموم شده و حالا میخواین اون رو بفرستین برای قطع نگاتیف معمولا توی ایران جایی که کار قطع نگاتیف انجام میدن که در واقع همون مرکزی هست که تصویر بر شما تلسینی کرده یه تصویر به عنوان رفرنس میخوان یعنی شما عین این تصویری که اینجا دارید رو باید بهشون بدید شما میاد توی فایل اکسپورت کویک تایم مووی حالا یا هر کدوم از خروجی های دیگه که توی قسمت اول با هم دیدیم چطور میتونیم از فاناکات بگیریم و بر اساس اون چیزی که از شما میخوام ممکن مثلا از شما دیویدی بخوام ممکن از شما وی سی دی بخوام ممکن کویک تایم بخوان همون فرمتی رو که میخوان کل فیلمتون رو براشون میفرستید یعنی میاید خروجی میگیرید و برای اون دفتر میفرستید باز برای خروجی گرفتنم حتما شما باید به اون دفتری که قرار این کار رو انجام بده هماهنگ بکنید اطلاعاتی که من توی اینجا میتونم خدمتتون بدم خیلی محدود به خاطر اینکه تفاوت خیلی زیادی وجود داره تو نحوه کارها اما بعضی از دفاتر ممکنه از شما فیلم لیست یا بچ لیست هم بگیرن این دیگه باز بستگی به همون دفتر داره به طور مثال ممکنه شما به غیر از فیلمی که میدین به عنوان رفرنس و فیلمی که خب قاعدتا حتما باید بهشون بدید یه فیلم لیست هم هست که میتونید اینجا از طریق سینما تولز این کار رو بکنید و حالا این مشخصاتی که اینجا وجود داره رو برای اون دفتری که میخواد این کار انجام بده بفرستید فقط همونطور که خدمتون گفتم باید هم همین بکنید ببینید اصلا فیلم لیست رو میخوان یا نمیخوان یا اصلا بر کار میکنه یا کار نمیکنه نکته که که اینجا وجود داره اینی که شما میتونید بچ لیست هم بهشون بدید یعنی واقعیت اینه که فریم لیست یا بچ لیست یه فایل تکس هستن من اگه اینجا سکانس هم انتخاب بکنم بیام توی اکسپورت و بچ لیست روی دسکتاپ هم سیو بکنم شما اینجا می بینید که من اگه این رو با تکس ایتور باز بکنم حالا هر برنامه تکسی دقیقا اینه اون کاری که من توی ادیت انجام دادم و این به صورت نوشتاری یا تکس بر من خروجی گرفته یعنی مثلا فیلم اولی ما کدوم فیلم بوده به طور مثال فیلم اولی ما برایان کلات بوده حالا اینجا هم احتمالا همون خواهد بود و حالا شروعش کجاست پایانش کجاست زمانش طول مدت زمانش چقدر که البته پایین باید باشه قاعدتا ام بله اینجاست و حالا بر اساس چیزهایی که اینجا وجود داره بر اساس زمانبندی هایی که اینجا وجود داره اونا میتونن براتون کات بزنن و اگر جایی باشه که این تصویر ناخانه باشه این عدد مشخص نباشه نشه راحت بر اساسش تصویر رو دید و کات کرد از روی اون میتونن استفاده بکنن و از اعداد اون توی کات کردن دقیق تصویر استفاده بکنم اون دفتر هرچند که حتما همونطور که خدمتون گفتم حتما حتما شما باید باشون هماهنگ کنین و ببینین که از شما چی میخوان مثلا ممکنه یه لابراتوار از شما هم تصویر بخواد هم ایدیل بخواد ممکنه یکی دیگه هم تصویر بخواد هم بچ لیست بخواد یا یه جای دیگه ممکنه فقط فیلم لیست از شما بخواد این دیگه به هر حال به اون مرکزی ارتباط داره که شما میخواین این خروجی رو برای قطع نگاتیو به اونجا بفرستید